اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با هیئتی از ائتلاف ملی سوریه به ریاست احمد تومه راه‌های رساندن تسلیحات به ارتش آزادی، رفع کمبود مهمات و برداشته شدن محاصره از روی برخی مناطق تومه از فابیوس خواهان آن شد که در فراهم کردن کمک‌های انسان دوستانه سرعت به خرج دهد و معابر امنی را برای رساندن دارو و مواد غذایی به مناطق نیازمند باز کند. در مقابل فابیوس برای حمایت از صندوق کمک به سوریه مبلغی معادل 10 میلیون یورو را به شکل فوری به هیئت ائتلاف تحویل داد و تعهد پذیرفت که با کشورهای دوست مردم سوریه تماس بگیرد تا به این صندوق که ماهانه میان 170 تا 200 میلیون یورو نیاز دارد کمک کنند. احمد تومه نخست وزیر دولت موقت سوریه گفت هر گونه نقشی برای اسد در آینده سوریه غیر قابل قبول است. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه القدس العربی افسود اپوزیسیون هیچ نقشی را برای اسد در دولت انتقالی نمی‌پذیرد. ژنرال سلیم ادریس رئیس ستاد مشترک ارتش آزادی سوریه گفت ارتش آزادی به چیزی کمتر از سرنگونی بشار اسد رضایت نخواهد داد. وی افسود این رژیم و ارتش آن خائن به کشور و مردم سوریه هستند و سوریه بعد از سرنگونی رژیم اسد ارتشی متحد و ملی خواهد داشت و علیه دشمنان سوریه خواهد جنگید. رزمندگان ارتش آزادی سوریه با نیروهای رژیم بشار اسد در اطراف گردان شیمیایی از مراکز نظامیان اسد در حومی درعا درگیر شدند. رزمندگان در شهرک نامر نیز با خمپاره به مواضع نظامیان اسد در جاده بین المللی تهاجم کردند و تلفاتی به آنها وارد ساختند. خبرگزاری رویتر گزارش داد رژیم اسد در یک جنایت جدید جنگی و پشت پا زدن به قرارداد عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی از گاز سمی علیه مردم استفاده کرده است. بر اساس این گزارش اسد دو گلوله توپ مملو از گاز شیمیایی به منطقه‌ای در شهر نبک که در دست رزمندگان سوری شلیک کرده است. بر اثر شلیک این گاز 7 نفر دچار آسیب ناشی از مسمومیت سموم شیمیایی شدند. دست و پای قربانیان متورم شده و از دهانهای آنها کف خارج می شود. رویتر افزود وضعیت وخیم قربانیان در حالی گزارش شده که هیچ پزشکی نتوانسته است برای مداوای آنها به محل برود، زیرا شهر نبک زیر بمباران وحشیانه اسد قرار دارد. با چند خبر از سایر نقاط جهان اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. نلسون ماندلا رهبر تاریخی آفریقای جنوبی در سن 95 سالگی درگذشت. درگذشت ماندلا آفریقای جنوبی را در سوگ و ماتم فرو برد. او که 67 سال برای برابری و آزادی مبارزه کرده و 27 سال از عمرش را در زندان گذرانده بود، از احترام و جایگاه ویژه‌ای در سطح بین المللی برخوردار بود. سازمان ملل متحد به پاس خدمات او روز جهانی ماندلا اعلام کرده بود. با انتشار خبر درگذشت ماندلا، مردم آفریقای جنوبی به مقابل بیمارستان جوانسبورگ شتافتند تا با رهبر تاریخی خود وداع کنند. ژاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در پیام تلویزیونی ضمن اعلام خبر درگذشت نلسون ماندلا گفت او روز پنجشنبه 5 دسامبر در ساعت 8:20 به وقت محلی در حالی که اعضای خانوادهش در کنارش بودند درگذشت. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرد که پرچم این کشور تا تدفین پیکر ماندلا نیمه افراشته خواهد بود. مبارزه نلسون ماندلا با رژیم آپارتاید یکی از فصل‌های مهم جنبش‌های معاصر به شمار می‌رود. وی تلاش کرد آزادی را برای سیاه‌پوستان این کشور برمغان آورد، تبعیض را ریشه‌کن سازد و ریشه بی‌عدالتی و نابرابری را بخشکاند. او موفق شد قریب به 80% جمعیت آفریقای جنوبی را از ستم تبعیض نژادی رها کند و به آزادی برساند. به همین خاطر از او به عنوان قهرمان مبارزه با قوانین تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی یاد می شود.
ما اعلام درگذشت نلسون ماندلا، رهبران کشورهای جهان، همچنین خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و دیگر شخصیت‌های سیاسی و مذهبی درگذشت او را به ملت و دولت آفریقای جنوبی تسلیت گفتند. اسقف دزموند توتو، مبارز بزرگ ضد آپارتاید، نلسون ماندلا را ستود و گفت: طی 24 سال گذشته ماندلا به ما آموخت که چطور گرد هم آییم و به خودمان و به یکدیگر باور کنیم. ماندلا از روزی که از زندان آزاد شد یک متحد کننده بود. ما از اینکه درد و رنج او به اتمام رسید تسکین یافتیم، اما آرامش او ما را غرق در اندوه کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، با محمود عباس، رئیس دولت فلسطین، در رام الله در مقر ریاست جمهوری فلسطین دیدار کرد. صاحب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی، درباره این ملاقات 4 ساعته گفت که عباس و کری مسائل مختلفی من جمله امنیت را مورد بحث قرار دادند. او گفت: امیدواریم که اسرائیل به تعهدات خودش پایبند باشد و شهرکسازی را متوقف کند. این مقام فلسطینی افزود که شهرکسازی مانع بزرگی بر سر مذاکرات است که مذاکرات با اسرائیل را سخت و پیچیده کرده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، بعد از این ملاقات گفت که گفتگوها بر سر امنیت پیشرفت داشته است. کری با ادای این مطلب که دیگر در ملأ عام از این مذاکرات صحبت نخواهد کرد گفت که منافع دو طرف خیلی مشابه است، اما مسائلی مثل حق حاکمیت و احترام متقابل و مسائلی مثل امنیت برای اسرائیل خیلی مهم هستند. کری افزود که شاید ظرف 1-2 هفته آینده مجدداً برای گفتگوهای بعدی به منطقه بازگردد. وزیر خارجه آمریکا پیش از این دیدار با نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیروهای فرانسوی اجازه داد وارد آفریقای مرکزی بشوند و به نیروهای تحت رهبری اتحادیه آفریقا بپیوندند. وزیر دفاع فرانسه اعلام کرد که کشورش برای فرستادن حدود 600 نیروی نظامی آماده است. جمهوری آفریقای مرکزی از مستعمره‌های سابق فرانسه است که هم‌اکنون میزبان حدود 600 نیروی فرانسوی است.